سلام بچه ها به بی اس گیم شو خوش اومدین. امروز اومدیم با یه ویدیوی ترکیب دیگه و میریم سراغ تیمی که خیلی درخواست براش زیاد بود، یعنی لیورپول، که واقعا خیلی مهره های خوب و کارآمدی داره و بیشترشون خیلی سرعتشون زیاده و دریبل هم خوب میتونن بزنن. کلا لیورپول خیلی تیم خوبیه و میتونید ترکیب های مختلفی رو باهاش بچینید. اما امروز میرم سراغ بهترین ترکیب لیورپول و بعدش هم میریم تا از رئال مادرید داخل فینال انتقام بگیریم. با من همراه باشید. خب همونطور که میبینید برای لیورپول ترکیب 4-1-2-1-2 وایدو در نظر گرفتم که به نظرم خیلی خوب میتونه از مهره های لیورپول بهترین استفاده رو ببره. و داخل مهاجمامون محمد انتقام رو قرار دادم، دیگو جوتا، فیرمینو، مانه، رابرتسون، فندایک، گومز، فابینیو، الکساندر آرنولد و دیاز و البته داخل دروازه هم آلیسون قرار داره. خب دیگه برای مهره های لیورپول بحثی نمیمونه، بدون معطلی بریم سراغ تاکتیک های لیورپول. داخل تاکتیک ها توی بخش دیفنس، دیفنسیو استایل روی بالانس، عرض روی 40 و عمق روی 60 قرار داره. توی بخش آفنس بیلد اپ پلی روی فاست بیلد اپ، خلق موقعیت روی پاس مستقیم و عرض روی 60 قرار داره و بقیه گزینه ها هم داخل تاکتیک ها تأثیری نداره. داخل اینستراکشن رابرتسون اتکینگ رانزش روی استی بک وایل اتکینگ قرار داره و دقیقا اونور دفاع راست لیورپول یعنی الکساندر آرنولد هم اتکینگ رانزش روی استی بک وایل اتکینگ قرار داره و دفاع وسط همون هم که اینستراکشنشون روی دیفالته. فابینیو دیفنسیو بیهیویورش روی کات پاسینگ لینز قرار داره، اتکینگ ساپورتش روی استی بک وایل اتکینگ قرار داره و دیفنسیو پوزیشنش هم روی کاور سنتر قرار داره. روبرتو فیرمینو ساپورت آن کراسزش روی گیتینگ تو دی باکس فور کراس قرار داره و سادیو مانه هم ساپورت رانزش روی گیتینگ بیهایند قرار گرفته و اونور دیاز هم ساپورت رانزش روی همین گزینه قرار داره. محمد صلاح هم اتکینگ رانزش روی گدین بیهایند قرار داره و دیگو جوتا ساپورت رانزش روی استی سنترال قرار داره. خب بچه ها این بود از ترکیب لیورپول که به نظرم خیلی خوب میتونه از مهره های این تیم بهترین استفاده رو ببره و بدون معطلی بریم تا انتقام سختی از رئال مادرید بگیریم. خب بازی رو لیورپول از مرکز میدان آغاز میکنه. محمد صلاح توپ رو بی‌مهابا جلو میبره. اونجا دیگو ژوتا جدا شده. یه موقعیت همین اول بازی. دیگو ژوتا چقدر زود لیورپول گل زد. دقیقه 1 بازی دیگو ژوتا دروازه کورتوا رو فرو میریزه. شوکه شدن رئالی ها. لوکا مودریچ بازی رو جلو میبره. میبره به سمت چپ برای وینیسیوس جونیور. اون توپو جلو میبره. امشب جلوی الکساندر آرنولد شب سختی و جلوی خودش میبینه. جفتشون خیلی بازیکنهای خوبی هم و سرعت زیادی هم دارن جفتشون. محمد صلاح اونجا خطا روی صلاح اعلام شده. الکساندر آرنولد یا پاس نمایشی برای فندایک. رابرتسون، فندایک برای فابینیو. اون بلند میبره به سمت چپ. سادیو مانه اونجا میریزه روی دروازه. اونجا دیاز میرفت برای گل دوم. اما چهره کلوپ رو هم دیدیم. اینورم کارلو آنجلوتی که ابروشو بده بالا راحت میتونه برگرده به بازی. کریم بنزما اونم خیلی مهاجم خوبیه این روزها و میتونه بهترین استفاده رو از کمترین موقعیت‌ها ببره. میبرم به سمت راست آسنسیو که اونجا رابرتسون توپ رو داد به عقب برای آلیسون. فابینیو، دیاز اونم خیلی مهاجم سرعتی و خوبیه. اونجا تونی کروس توپ رو دفع میکنه. وینیسیوس جونیور، تونی کروس، مودریچ، آسنسیو، لوکا مودریچ میبره به سمت راست. کارواخال میتونه بریزه روی دروازه. اونجا گومز پوشش لازم رو داده و توپ رو برگردون. هنوز رئال صاحب توپ. وینیسیوس جونیور برای بنزما توی دروازه. گفتم توپ بیاد زیر پاش میتونه دروازه رو باز بکنه. رئال مادرید خیلی زود جواب گل سریع لیورپول رو میده. اونجا لیورپول اشتباه میکنه. تونی کروس، کاسمیرو برای بنزما. خیلی مهاجم خوبی این روزها. شانس اول توپ طلا حاج آقای مسلمون ما. دیگو ژوتا یه پاس رو به جلو. اونجا آلابا پوشش لازم رو داده رو به عقب برای کورتوا. یه پاس ریسکی دوباره کورتوا. این بار دیگه
ریسک نمیکنه و به زیر توپ میزنه. اونجا بنزما در نبرد هوایی موفق تر جلوی رابرتو فیرمینو. اونجا کاسمیرو توپ رو گرفت، فابینیو قشنگ قلب خط هافک لیورپول، اونجا محمد صلاح میتونه ضربه خودش رو بزنه. اونجا تیبو کورتوا توپ رو گرفت و کارواخال هم اجازه نمیده که توپ کورنر بشه. اونجا تونی کروس بازی رو یه مقدار آرام میکنه و میبره به سمت چپ برای وینیسیوس جونیور. اونجا گومز، یه پاس برای دیاز، پاس دیاز، محمد صلاح تک به تک با تیبو کورتوا، باز هم توپ رو گرفت و نگه داشت رئال رو توی نیمه اول بازی. صلاح تا زهر خودشو نریزه آروم نمیگیره. ویرجیل فندایک اونجا ضربه سر رو زد، میخواست از گلیچ کورنر استفاده بکنه لیورپول، اما ظاهرا وی آر هم نداره این بازی و داور قرار نیست متوجه این اتفاق بشه. کریم بنزما، مندی، وینیسیوس، تونی کروس، کاسمیرو رو به جلو برای وینیسیوس. اونجا آرنولد باید پوشش لازم رو بده. وینیسیوس تعلل کرد و توپ از دست داد. وینیسیوس، فیرمینو، چه پاسی بود داد اونجا فیرمینو، کاسمیرو، دوباره فابینیو، این سومین باره که توپ رو خیلی خوب اونجا میگیره از رالی های صاحب توپ. توپ رو به عقب میبره ادر میلیتائو. وینیسیوس جونیور اونجا بنزما رو گرفتن، اما هر جوری هست پاسش رو میرسونه به کریم بنزما. اونجا فندایک هوشیاره و توپ رو به اوت میفرسته. فندایک، آلابا، مأمور زدن ضربه کورنر برای رئالی هاست، میفرسته روی دروازه ضربه اول و لیورپولی ها میزنن. حالا اونجا فیرمینو میتونه پاسش رو بده به محمد صلاح. صلاح بعد دریبل بزنه، اونجا کارواخال و توپ جدا شده، میتونه سانت بکنه برای فیرمینو، میره برای ضربه برگردون که اونجا ظاهرا آفساید اعلام شده. فیرمینو تو آفساید بود، آفساید هم کاملا مشخصه، هرچند که ضربش رو هم خوب نزد و به هر حال نمیتونست خطری ایجاد بکنه روی دروازه رئال. باز هم فابینیو. محمد صلاح پاسش جالب نبود برای دیگو ژوتا، اونجا یه لحظه داشت توپ رو میگرفت از ادر میلیتائو. دنی کارواخال، یک دقیقه هم وقت اضافه برای نیمه اول بازی اعلام شده. کریم بنزما، آسنسیو، دوباره بنزما، لوکا مودریچ، اونجا گومز پوشش میده و فندایک توپ رو کامل برمیگردونه و نیمه اول هم به پایان میرسه. باید ببینیم در نیمه دوم مربی ها چه تفکری برای تیمشون میکنن که توی نیمه دوم بتونن بازی رو در بیارن. خب بریم سراغ نیمه دوم بازی. کریم بنزما توپ رو از مرکز میدان شروع میکنه. کاسمیرو، یه پاس بلند برای مندی، خیلی خوب منطقه بازی رو عوض میکنه. دوباره کاسمیرو، کریم بنزما، مارکو آسنسیو. تعداد بالای لیورپولی ها اجازه نمیده زیاد رئال بتونه خلاق باشه تو حمله. یه سانت روی دروازه، دیاز توپ رو پاس میده به صلاح. اونجا فیرمینو میبره برای دیگو ژوتا. ژوتا باید عقل خودش رو به کار بندازه، اونجا پاس بده به مانه. مانه میده به فیرمینو، بزن ضربه رو توی دروازه. روبرتو فیرمینو لیورپول رو جلو میندازه. حالا باز هم رئال عقب میفته. مودریچ، کاسمیرو، آسنسیو، اصرار رئال برای حمله از سمت راست نمیدونم چیه. اونجا خیلی تعداد لیورپولیا زیاده. آسنسیو هر جوری هست توپ رو پاس میده به مودریچ، بنزما، کاسمیرو، تونی کروس، مندی داره از سمت چپ نفوذ میکنه که اونور هم خیلی خوبن بازیکنای لیورپول. فابینیو میتونه بده به دیاز، همین کارو انجام میده. اونجا صلاحو دیده دیاز، یه موقعیت میتونه لیورپول گل سوم رو هم بزنه. اونجا اشتباه کرد فیرمینو. کریم بنزما، دوباره آسنسیو، آسنسیو اصرار دارن از سمت راست حمله بکنن اما فندایک اجازه نمیده بهشون. دوباره دیگو ژوتا، یه پاس عالی برای صلاح. اونجا آلابا خیلی خوب گرفته بود صلاحو امشب. مندی، تونی کروس، وینیسیوس جونیور توپ رو میتونه جلو ببره با اسکیل بالای خودش، همین کار رو هم انجام میده اما فندایک دستش رو میخونه. یه لحظه داشت
ضربه رو میزد به لیورپول، حالا حمله پشت حمله، تونی کروس، دوباره وینیسیوس. وینیسیوس اسکیل لازم رو داره که نفوذ بکنه، اما ترجیح میده پاس بده به کاسمیرو. مودریچ، دوباره وینیسیوس. رال میتونه برگرده به بازی، اینو دیدیم ازش تو مراحل مختلف لیگ قهرمانان اروپا. اونجا آسنسیو ضربش رو زیاد جالب نزد. آسنسیو دوباره صاحب توپ شده. مودریچ، مودریچ برای بنزما، کاسمیرو. موقعیت دارن، این پاس اصلا خوب نبود و فنداک توپ رو نصف و نیمه دور کرد. دوباره کریم بنزما، فشار همچنان حفظ میشه روی دروازه لیورپول. این بار گومز توپ رو میگیره و بر میگردونن کامل. حالا دیاز یه پاس بده به صلاح، اونجا خالیه. محمد صلاح، ببینیم انتقامش رو میگیره یا نه. ضربه و توی دروازه. نتیجه فینال سال 2018 اینجا برعکسش تکرار میشه. چه خوشحالی هم میکنه محمد صلاح. گفتم تا زهر خودش رو نریزه دست بردار نیست صلاح. اشتباه محض از دفاع رئال مادرید، کاملا رها کردن مهاجم زهر داره مصری لیورپول رو. دوباره کریم بنزماست که بازی رو از مرکز میدان آغاز میکنه. مودریچ، یادمون نره که رئال مادرید توی مرحله قبل لیگ قهرمانان اروپا، یعنی جلوی منچستر سیتی هم دو گل عقب بود، اما برگشت تو ثانیه های پایانی. فقط لیورپول باید خیلی دقت بکنه تو این دقایق. رئال تیمیه که میتونه برگرده به بازی، مگر اینکه دیگه تیر خلاص رو بزنه. اینجا سادیو مانه، یه پاس برای محمد صلاح، برای فیرمینو. دوباره محمد صلاح، هماهنگ نبودن اینجا. مندی رو میبره به سمت چپ، میتونن پرسش بکنن، همین کار رو هم انجام دادن. مندی خیلی خوب توپ رو میسپره به آلابا. دوباره مندی، تونی کروس. رئال انگار موتورش داره روشن میشه یواش یواش. وینیسیوس توپ رو از سمت چپ به جلو میبره، اونجا موقعیت داره رئال مادرید. همچنان وینیسیوس جونیور میتونه بریزه روی دروازه. بنزما اصلا خوب نزد ضربه سرش رو. محمد صلاح، این چه پاسی بود داد. ادر میلیتائو، لوکا مودریچ یه پاس عجیب و غریب داد اونجا، انگار آینه بغل داشت. مودریچ، آسنسیو، دقیقه 89 بازی گلو میزنه. رئال میتونه برگرده به بازی اگه وقت اضافه زیادی بده داور، فقط بعد وقتو بکشه لیورپول. آسنسیو چقدر خوب پاسکاری کردن، همه چی هم از مودریچ شروع شد با پاس عجیب غریبش. اونجا هندرسون هم به بازی اومده. دوباره لیورپول، صلاح داره وقتو تلف میکنه اونجا، یه پا دو پا داره میزنه، یه پاس خیلی بلند و بی هدف و در جهت تلف کردن وقت داور هم زیاد وقت اضافه نداده و تموم میشه بازی. لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال 2022 میشه و رئال نمیتونه 14th قهرمانی خودش رو به دست بیاره. خب بچه ها، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم دوستش داشته باشید و با جشن قهرمانی لیورپول تنهاتون میذارم. تا ویدیوی بعدی، فعلا پیس اوت.